ازدواج موفق یعنی چی؟ مرد و زن چه فرقایی با هم دارن؟ چطور میتونم همسر درستی انتخاب کنم؟ آیا میتونم فرزندی سالمی بزرگ کنم؟ راه حلش چیه؟ چطوری میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم؟ راستی چجوری میتونم آدم موفقی بشم؟ من کیم؟ عشق چیه؟ عشق یه چیزی من احساس یا میتونم به وجودش بیارم؟ میشه عشق رو ابدی کرد؟ اینا سوالایی نیستش که ما داریم. عشق آفرین، برنامه ای از دکتر آزیتا سایان، سه‌شنبه شب‌ها 10 تا 11 شب. دکتر آزیتا سایان، دکتر روانشناس، مشاور ازدواج و خانواده و متخصص درمان ترک اعتیاد، بنیانگذار و مدیر شرکت امبریس گروس می باشند که در سطح بین المللی و تلویزیون مطرح هستند. مهمترین دستاورد ایشان کارگاه آموزشی بانوان به فارسی و انگلیسی است که هزاران زن در سراسر دنیا از سال 2008 تا کنون در آن شرکت کردند. طی 2 سال گذشته ایشان رهبری کارگاه آموزشی مردان را همراه با همسرشان گریگوری مورگن به زبان انگلیسی و فارسی به عهده گرفتند. این کارگاه‌های آموزشی که در لس‌آنجلس آغاز شدند بر حسب تقاضا توسعه یافتند و اکنون در آمریکا، کانادا، اروپا، انگلیس و دبی به زبان فارسی و انگلیسی برگزار می‌شوند. دکتر سایان بیش از 20 میلیون نفر طرفدار در ایران و چندین میلیون در سراسر دنیا دارند. صفحه فیسبوک ایشان روزانه بیشتر از 110 هزار نفر طرفدار دارد و شوی تلویزیونیشان که به صورت زنده ساعت 3 شب به وقت ایران پخش می شود بیشترین تماس‌ها را از خاورمیانه دارد. دکتر سایان نویسنده 2 کتاب پرفروش صحبت‌های زنانه، دوستی با مردان، رابطه جنسی و ازدواج و کارهای ناتمام از اعتیاد تا بهبودی می باشند. از دیگر آثار ایشان DVD‌های فارسی هست که شاد بودن، روابط ماندگار، عشق، صحبت‌های عاشقانه، شور و صمیمیت در روابط نزدیک، 7 راز خوشبختی در روابط، مردان عشق ازدواج، زنان عشق ازدواج و از DVD‌های انگلیسی ایشان هیشی ان سکس، آرت آف ریسیوینگ، دنس آف رومانس، کارش تو اکت ناو، سلیبریتینگ ریلیشنشیپس، ریلیشنشیپ اند تراست اند ویمن اند مریج هستش و از CD های صوتی ایشان 12 Stages of Romantic Relationships, Legacy of Love و Unfinished Business که هم کتابش هست و هم CDش و کتاب Girl Talk صحبت های زنانه به فارسی و انگلیسی هستش. کار ایشان مبلغ هیچ باور سیاسی نمی باشد. دکتر سایان بسیار بر روی زنان تاثیرگذار بودند. قدرتمند کردن و مسئول ساختن زنان برای خودشان، زندگی و روابطشان از اهداف اصلی ایشان می باشد. این زنان برای ملکه شدن تعلیم می بینند، به طوری که در روابطشان با مردان با احترام و قدردانی برخورد کنند و یک زندگی فوق‌العاده برای خودشان بسازند. این شما و این خانم دکتر سایان. درود بر همگی، شبتون بخیر. به برنامه عشق آفرین امشب خوش آمدید. خانم فاتی، بسیار از لطفتون سپاسگزارم که لطف کردین و این معرفی زیبا رو انجام دادین. درود بر شما قرمین، مرسی که اینجا هستین. اگر که اجازه بدیم بریم سراغ تلفن هامون، برای اینکه عزیزان پشت خط خیلی وقتی که منتظر هستن. بفرمایید، روی خط هستین جانم. درود بر شما، بفرمایی. الو جانم. سلام، خوب است؟ مرسی خانم سایان، خیلی ممنون که وقتتون رو واقعا در اختیار ما میذارین. ممنونیم همه واقعا. مرسی. از کجا تماس میگیرین عزیزم؟ من از الی هستم. بفرمایی، خواهش میکنم. خانم سایان، من یه سوالی داشتم. من یه ذره توی ارتباطاتم احساس میکنم که با پسرها که با دخترها خیلی پیکی هستم و این یه ذره سخت کرده، مخصوصا که اینجا خب تنها هستم، یعنی خانواده‌ام اینجا نیستن و فامیلم ندارم تقریبا، و برای همه مثلا خیلی احساس میکنم که تنها تر میشم، ولی در این حالم دوست ندارم مثلا هر جایی برم یا با هر کسی هنگر کنم، یا خیلی مثلا دوست دارم که بتونم در جای تراستم آدم ها خیلی بالا باشه، دوست دارم مثلا خیلی همیشه خودم باشم، ولی خب مثلا که جامعه ایرانی اینو یه ذره سخت‌تر میبینم. و نمیدونم، این دوچنده همیشه من
فکر میکنم و خودم رو نقد میکنم و همش خیلی وقت در سر دورایی هستم که مثلا این کار که دارم میکنم درسته یا نه. و همیشه مثلا اینو سوال برای خودم پیش اومده که من زیادی اکسپکتیشن دارم، یا مثلا حتی تو رابطه ها که وارد میشم با دخترم مخصوصا، مثلا خب خیلی خوبه نزدیکیم ولی تا مثلا دوست بهتر پیدا میکنن یا یه رابطه ایجاد پیدا میکنن مثلا خب ناخودآگاه خیلی کمتر میشه. ولی من متوجه شدم. ببینید دو سه تا چیز با هم مشکله. یکی این که ما اصول زندگی رو وقتی کسی بر پایه اصلها بهمون یاد نمیده، ما بر این باور میشیم که یه سری خرافات رو دنبال میکنیم، یه سری آزمونهای درست و غلط رو دنبال میکنیم، یه سری دستورالعملهایی که بر عقاید و یا تجربیات دیگران هست رو دنبالش میریم، یه سری گفته شنوده های بقیه و تجربیات گذشتگان و یا برعکس تجربیات گذشتگان رو عکس العمل به اونها رو، و همینطور هی زندگیمون میشه آزمون و خطا. خب بله. به جای این که بر پایه اصلی باشه، اصلها تغییر نمی کنن، اصلهای عزت کلام، اصلهای مسئولیت 100%، اصلهای تعهد داشتن، اینها اصلهایی نیستن که تغییر بکنن. اصلهای این که ارزشهای شخصی من کدوم ها هستن، اصلهایی که نیازهای شخصی من کدوم ها هستن، اصلهایی که خط قرمزهای من کدوم ها هستن، چه چیزهایی رو به هیچ وجه نمیپذیرم، اینها رو وقتی که یک کسی توی عمرش نرفته باشه و روش کار نکرده باشه و ندونه و هیچ وقت زیر سوال نبرده باشه، و واقعا من چون خودم این رو به تجربه شخصی خودم میدونم که اگر که ما این راه رو نرفته باشیم و یک کسی ما رو بهمون یاد نداده باشه و تعلیمی بهمون نداده باشه و یاد نگرفته باشیم که یه سری اصلهایی هستن که واقعا پایه های درست زندگی هستن و هر چقدر آزمایشون بکنیم باز دوباره همون عذاب در میاد. مثلا شما وقتی که یه سیبی رو برمیداری میندازین زمین، هر دفعه به زمین میخوره تا موقعی که تو کره زمین هستیم. بنابراین این اصل جذابه زمین عوض نمیشه. نیروی جاذبه زمین تغییر نمیکنه، این اصل. حالا یکی میاد الان مثلا پای خط میگه بله، ولی اگر در یک اتاقی باشید که نمیدونم هوا نباشه، خیلی خوب، ولی ما در اون اتاق زندگی نمیکنی. متوجه هستی؟ بله. اینه که یه سری اصل ها هست، این یه قسمت قضیه است. یه چیز دیگه ای رو که به ما یاد نمیدن این هستش که جنس مخالف بر چه پایه و اساسی هستش، چه جوری فکر میکنه، چه جور موجودیه، چه جوری پاسخ میده، چی میخواد، چی نمیخواد، چی خوشحالش میکنه، چی عصبیش میکنه، چی ناراحتش میکنه. ببینین، شما لازم ندارین که بدونین هر هواپیمایی رانندگیش چه جوریه یا هر ماشینی رانندگیش چه جوریه. شما میرین و تعلیم رانندگی میبینین، یاد میگیرین چه جوری ماشین رو برونین، ولی حالا مثلا به تو یاد نمیدن که جیپ این شکلیه، پورش این شکلیه، فوکس واگن این شکلیه، نمیدونم تویوتا چه شکلیه. متوجه هستی؟ ولی اصل رانندگی رو بهتون یاد میدن، درسته؟ همینطور اصل شناخت جنس مخالف رو ما باید بدونیم و این رو به ما یاد نمیدن. و یا اون چرا که من دیدم، حتی توی کتابهایی که تو کتابخونه ها هست، هم خیلی از اون اصلها از نظر من مردودن و اشتباهن، حتی یعنی به ما کمک نمی کنن. اینی که مثلا why men marry bitches، این is baloney، یعنی خیلی آش غلطه. یا اینکه نمیدونم چه میدونم why women love men that are hard to please، یا نمیدونم کتابای این تو، یا he's not so into you، یا خیلی از این چیزایی که در اصل به نظر ممکنه یه سری چیزاش درست باشه ولی خیلی چیزاش غلطه. خب بعد چون یه دو سه تا چیزش درسته، ما دنبالش میریم میگیم آها پس این دوابو داره. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ اینجاست که، یا مثلا این کتاب رولز بود چند سال پیش بیرون اومد که خیلی ها دنبالش رفتن، اینا یه سری چیزا رو میگن، یه سری ها رو اشتباه میگن و هیچ کس نیومده یه جواب درستی به ما بده که ما جنس مخالف رو بشناسیم.
به علاوه اون قضیه یاد نمیگیریم خودمون رو بشناسیم، یعنی زن بودن رو بشناسیم و هم نوع خودمون رو بشناسیم. بنابراین توی دوستی هامون و توی دوستی با خودمون هم اشتباه میریم. پس چه اتفاقی میفته؟ نه خودم رو میشناسم، نه جنس مخالف رو میشناسم، نه زندگیم بر پایه و اساس اصولهایی که هی خودم رو زیر سوال نبرم. مثلا اگر که اصل من اینه که من با مردی که مواد مخدر و یا مشروب و یا سیگار استفاده میکنه بیرون نمیرم و این یکی از حد و مرزهای منه، حالا وقتی با یکی آشنا میشم حتی اگه طرف خیلی چیزاش عالیه ولی سیگار میکشه یا مشروب میخوره به حد افراد، من احتیاج ندارم برم بگم حالا درسته، حالا با این برم بیرون. اگه بر پایه اصول که فکر کردم دارم میرم، جوابم نه. حالا اگه این بهترین جورج کلونی هم باشه، بازم جواب من نه. ولی وقتی من بر پایه اصلا نیستم، میرم از یکی خوشم میاد، یه سری چیزایی داره که خط قرمزای منه، خط قرمزامو رد میکنم، با طرف میرم بیرون، بعد حالا هی همش من زیر سوالم. درسته. پس من زندگیمو بر پایه اصلها نمیکنم، بر پایه احساسات میکنم، بر پایه خرافات میکنم، بر پایه شرایط میکنم، بر عقاید و نظریات دیگران میکنم، هی بعد رأی جمع بکنم ببینم کارم درسته نیست، هی از این روانشناس به اون روانشناس ببینم کی چی میگه، هی کتاب میخونم. خب فهمیدی؟ به جای اینکه خودم رو بشناسم، ارزشهای خودم رو بشناسم یا بدونم من کیم و چی میخوام. امیدوارم تونسته باشم جواب رو براتون باز کنم. توصیه من بهتون اینه که اگر تا حالا برای خودتون 6 ماه یا 1 سال کنار نگذاشته، خان فاتی درست میگم؟ به تجربه شما این بوده؟ بله بله. که 6 ماه یا 1 سال یک کسی بذاره کنار، بره خودش رو بشناسه، جنس مخالف رو بشناسه، در مورد زن بودن و دوستی با زنان این رو یاد بگیره، بعد بره جلو توی زندگیش. دقیقا. و واقعا شاید بعد از 6 ماه اصلا علاقه پیدا کنه که بیشتر ادامه بده و تازه بفهمن که چه جالب، مثلا من خیلی چیزها رو هنوز راجع به خودم نمیدونم و چقدر خوب شد که اومدم این دوره رو برداشتم و نیاز دارم که حتی شاید بیشتر کار کنم روی این مسئله، یا اصلا عمق رشدم رو بیشتر کنم، دقیقا راهشون عوض بشه اصلا. درست. و اینو بهتون توصیه میکنم که تو راه رشد خودتون، خیلی ممنونم که امشب واقعا پای این برنامه هستین و حتی قبل از شروع برنامه تماس گرفتین و میخواین که رشد بکنین و چقدر من خوبه. من خیلی راستش فکر میکنم به خودم و به کارم و یعنی بیش از حد راستش بخوام فکر کنم. اون فکر کردن به تنهایی بدون داشتن یک راهنما من بهتون توصیه نمیکنم، چون جنگلیه که آدم میره توش بدون یک قطب نما گم میشه، یعنی نمیدونه اصلا از کدوم طرف داره میره. توصیه من بهتون اینه که به هر حال روانشناسان و راه‌های مختلف زیادی جلوی روتون هست، یکی رو انتخاب بکنین و اجازه بدین که یک کسی شما رو راهنمایی بکنه و تا پایان اون راه رو برین. و راستش بخوای روانشناسی رفتم یه مدت، ولی یعنی چون مشکل حادی ندارم بیشتر این بود که من اصلا حرف میدادم و ایشون میگفتن خب درسته بله، یا مثلا یه ذره بالا پایین که اوکی، ولی دقیقا هیچ کمکی به من نکرد. من دیگه ولی این چیزی که من امشب بهتون گفتم که ارزش هاتون رو، اصول ها رو بر پایه یک روشی باشه، بعد شناخت مردم باشه، شناخت زنان باشه، اینو میتونید بفهمید که این یک راهه که میتونید درش شروع بکنید و ما هم خوشحال میشیم اگر مایل بودید و انتخاب کردید در این راه باتون همراه باشیم. چون ما چجوری میتونم مثلا، من کلا آدم خیلی احساسی اونطوری نیستم، ولی در این حال خب خیلی وقتا از یک کسی خوشم میاد احساسم غلبه میکنه، ولی اینکه شما اول باید اصول هاتون رو پیدا کنید. احساس وقتی که بر پایه اصل ها نباشه مثل یک قوه الکتریسیتیه که دورش هیچ وایری نداشته باشه، سیمی نکشیده باشه. شما نمیریم به یه نور بدون انرژی الکتریسیتی دستتون رو بکنین تو پریز، درسته؟ درسته. احساس هم بدون اینکه شما بر پایه اصلها برید جلو، درست مثل اون برق لخته
نمیخواین برین دستتون رو بهش بزنین، میخواین یاد بگیرین که چطور من احساسم یه طرف، از یه کسی خوشم میاد، خب خوشم میاد که خوشم میاد، ولی اول باید ببینم چی میخوام از این رابطه، اصلهام چیه، دنبال چی هستم، چه چیزهایی رو توی رابطه میخوام، چه چیزهایی رو نمیخوام. اگر یک نقطه شروعی رو میخواید، اگر هیچ کاری رو هنوز شروع نکردین، برای یک سرمایه گذاری شاید خیلی کم بهتون توصیه میکنم لاقل کتاب صحبت‌های زنانه من رو بخونید. خوندم و ناراسته خوندین ولی تمریناشو انجام ندادی. نه مرسی، فایده نداره، اون کتاب خوندنی نیست، شما تنبلی کردین. خب مثل این ممونه که من بگم تو ماشین نشستم ولی روشنش نکردم، دنده رو نذاشتم، نمیدونم یاد نگرفتم چه جوری فرمونو بپیچونم، بعد کلاس راهنمایی رانندگی نرفتم، بعد نخوندم که قوانین راهنمایی چی هستن. خب چه فایده داره تو ماشین نشستی؟ درست میفرمایید. خب اون کتاب مخصوصا تمرین داره توش که با اون تمرین ها رو انجام بدی، حتی تمرینی داره که ارزشاتون چی هستن، از رابطه چی میخواین، قرارداد رابطتون چیه. بله درسته. بعد خیلی مهمه که شما بدونین ویژنتون از یه رابطه، ایدئالتون چی هستش، در رابطه دلخواهتون باید به چه شکلی باشه. خب بنابراین نخونین کتاب رو، تمرین ها رو انجام بدین. دلیلی داره اون کتاب، تمرین ها درش هست. درست فکر و بعد اضافه کنم که اگر که فکر میکنین تمرین ها رو میخونن ولی سوال براتون پیش میاد، تمام این سوالات توی ورکشاپ خانم دکتر کاملا پاسخ داده میشه. یعنی شاید وقتی که کارگاه رو شرکت میکنین و بعد کتاب رو دوباره مرور میکنین تازه میفهمین که او پس این بود که راجبش صحبت میکرد. یعنی تازه یه دریچه دیگه براتون باز میشه. اینه که من همیشه توصیه‌ام به همه اینه که اول کارگاه رو شرکت کنن و بعد دوباره بشینن کتاب صحبت‌های زنانه رو بخونن. یه جایی ولی شروع بکنن. حالا اگه که کارگاه براتون مقدور هست که حتما تشریف میارین. من یه سوال داشتم، مثلا شما کارگاه اگه من بخوام بیام، یعنی که بیام مثلا یه جلسه خصوصی با خودتون باشم، یعنی خب کارگاه احتمالاً خیلی بیشتر کاور میکنه، درسته؟ ولی خب اگه خصوصی بیام پیش خودتون خب خیلی. شما با زنهای دیگه مشکل دارین درسته؟ من با زنهای دیگه مشکل ندارم. نه چرا داری؟ بذاریم بهتون بگم چرا میگم. ببینید اگر که من با هم نوع خودم رابطه خوب و نزدیک و صمیمی داشته باشم و بهشون اطمینان داشته باشم، 100% روابط من با جنس مخالف خیلی بهتره. خب ولی وقتی با هم جنس خودم هنوز مشکلاتم رو حل نکردم، یعنی زن بودن خودم هنوز تکمیل نشده. خب وقتی زن بودن خودم هنوز تکمیل نشده، 100% با جنس مخالف هم دوچار مشکل میشم. ببینین برای من که فرق نمیکنه، به نفع من شما یه جلسه خصوصی بیاید منو ببینید، هزینه‌ش هم خیلی بالاست. خب بله. یعنی شما نصف پول هزینه کارگاه رو تقریبا میدین میان یه جلسه منو میبینی، یک ساعت. بله. یک ساعت مقایسه با 36 ساعت، شما به من بگین کدومش بهتره. نه بله. برای من بهتره، برای شما بهتر نیست. نه خب نمیدونم، اگر من با زنهای دیگه مشکل داشته باشم میترسم برم توی اتاقی که زنهای دیگه هستن، چون نمیتونم اینو درک بکنم که خب زنهای دیگه هم که اینجا هستن مثل منن، اونا هم یه مشکلی دارن. خب پس همه ما بله. اجازه بدی من خبرم توی این موضوع. ما میخوایم ندونن بقیه ما مشکل داریم. خب پس نمیخوایم بریم توی اتاق که دیگران هم مشکل دارن، ترجیح میدیم بریم خصوصی مشکلمونو تعریف کنیم. خب ولی گروهی مشکل ما خیلی سریع تر حل میشه، چون میفهمیم ما تنها نیستیم. یک. دوما میفهمیم مشکل رو خیلی ها دارن. سه. میفهمیم چقدر ما میتونیم به هم کمک کنیم. چهار. میفهمیم بعد از اینکه فهمیدیم مشکلمون چی رو داریم حلش میکنیم، چقدر همراه داریم که با همون تو این راه هستن، که اگر یه موقعی داریم کج میریم اونا ما راست میکنن، میگن یادته تو کارگاه چی گفتی، من نمیذارم دیگه این اشتباه رو تکرار کنی، من اینجا بیشت هستم.
متوجه شدین؟ درست. خب بنابراین داشتن یه همچین ساپورتی برای زنان لازمه. ما نداشتیم یه همچین ساپورتی. و بعد چیزی که مهمتره اینه که زنانی که اونجا هستن یاد میگیرن که هیچ وقت به هم خیانت نکنن، پشت همو داشته باشن. بله، ما یه همچین چیزی هم نداریم. کمتر دیدم توی جامعه. دقیقا. حیف. یعنی صرفا این نیستش که، یعنی تجربه منم صرفا نیست، خیلی کسی دیگه هم دیدم. دقیقا. برای همینه که لازمه که ما به هم خیانت نکنیم و دنیای امنی درست کنیم که زنان به هم خیانت نکنن. چون اگه زنان به هم خیانت نکنن، خیانت برمیفته. بله، درست. مرس. خب دنیا میشه جای امنی برای ما. درست؟ پس مردانمون هم قدر ما رو بیشتر میفهمن، رابطه هامون هم میمونیم توش، نگرش میداریم، روش کار میکنیم، اینقدر زود از توش بیرون نمیایم، اصلها رو روش یاد میگیریم، بمونیم و قدر روابط درست و خوبمون رو میدونیم. اینقدر دنبال این نیستیم که از یکی خوشمون بیاد، دنبال این هستیم که رابطه درست چیه. الان به دنبال خوش اومدن و جذابیت و اینا میریم. من با اجازتون، چون تمام خطای ما پر هستن و خیلی دلم خواست که جوابتون رو کامل داده باشم، و من از شما سپاسگزارم ازتون. فاتح خانم، من میدونم شما امروز به سرعت داشتین ثبت نامای لس آنجلس انجام میدادین. جا داریم هنوز تو این کارگاه به خصوص؟ هنوز هست، چون همه با خیال راحت دارن ثبت میکنن. باید حتما لطف کنن فرماشون رو سریع برامون بفرستن، تماس بگیرن و اقدامات اولیه‌شو انجام بدن که ما جا رو براشون داشته باشیم. اگر هم مایل بودین، ما 15 ماه سپتامبر، درست میگم؟ درست. سمیناری داریم در رستوران فلیم اینترنشنال در سانتا مونیکا در مورد شناخت مردان. اگر خواستید زنگ بزنیم به رستوران، جاتون رو رزرو کنید. چشم، ممنون. مرسی، ممنون از شما. اختیار دارید. ممنون. خواهش میکنم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. برنامه عشق آفرین روی خط هستین، بفرمایید. الو. درود بر شما. مرسی از تحملتون پشت خط. سلام خانم سایان، من خیلی شما رو دوست دارم، همیشه به برنامه گوش میکنم. ممنونم. از کجا تماس میگیرین؟ من از لس آنجلس تماس میگیرم. خیلی لطف داری تا این وقت شب. مرسی عزیزم. من الان 18 سالم هست و احساس میکنم، ببخشید من فارسی خیلی خوب نیست. خیلی فارسیتون عالیه، ما الان داشتیم اینجا براتون دست میزدی. آخه جانم بفرمایی. من احساس میکنم که تازگی و توی دوران های سکول زیاد کانفیدنس ندارم و هرچی سعی میکنم سلف کانفیدنس داشته باشم و هرچی دیگران میگن خوشگلی یا خوبی یا هرچی، سخته که به خودم بگم و خودم باور کنم و نمیدونم مشکلم چی هست. خب ببینم، خوشگلی یا خوبی، اولا خوشگلی رو حالا بگیم هستی، خوبیت چیه؟ چیکار کردی؟ اچیومنتات چیا بوده؟ من تازگی دارم میام دانشگاه و نمیدونم، احساسم از خودت راضی هستی از کارهایی که تا حالا کردی؟ بله، از خودم پراد هستم. بله. خب چقدر خوب. ولی دریمت بزرگتره؟ احساس میکنی هنوز بهش نرسیدی؟ بله. چه خوب، پس خیلی خوبه که کانفیدنس نداری. خب چون اگر داشتی دیگه تلاشی نمی کردی. خب کانفیدنس این چیزی نیستش که تو این سن باید داشته باشی. خب چون هنوز مثل یه کرم ابریشمی هستی که پروانه نشده، خودت هم میدونی. خب تا موقعی که کرمیو داری، کرم بازی در میاری، خودت میدونی که هنوز راهی داری تا پرواز کنی. خب هی همه میگن وای چه کرم خوشگلی هستی، ولی تو فکرت این هستش که خب این که من که میدونم کجا دارم میرم، هنوز اون که نشدم که. خب
پس هرچی اونا دارن میگن تو پیش خود داری فکر میکنی صبر کنی من به اونجایی که میخوام ببینم میرسم، چون هدفی داری و چون هدفت برات بزرگه و میدونی که میخوای بهش برسی، راه آسونی هم شاید نیست، هنوز اون اطمینان در تو به وجود نیامده که آیا من کسی هستم که اهدافی رو که دارم پاش میستم و بهشون میرسم که بتونم رو خودم حساب بکنم که بله چون میتونم رو خودم حساب بکنم حالا به خودم اعتماد به نفس و یا اون سلف کانفیدنس رو دارم. ما زمانی سلف کانفیدنس برامون به وجود میاد که تمرین زیادی در گذاشتن هدف و به هدف رسیدن به دست بیاریم. یعنی من میتونم روی خودم reliably, consistently حساب بکنم که وقتی یه گولی رو میذارم به اون گول سر وقتی که میگم میرسم. بعد از این که سالها این اطمینان از خودم به دست آوردم، حالا اسمش میشه self confidence. حالا این یه قسمت قضیه است. یه قسمت قضیه یه موقعی تو زندگی اتفاقایی برای ما میفته که ما به هیچ کس نمیگیم. این اتفاقایی که برای ما میفته و ما به هیچ کس نمیگیم باعث میشه ما یه افکاری در مورد خودمون داشته باشیم که علارغمی که همه از ما تعریف میکنن ما پیش خودمون شرمنده ایم. یعنی خودمون فکر میکنیم yes but you don't know everything about me. متوجه هستی؟ طرف میگه تو خوبی ولی تو ته دلت فکر میکنی if you only knew. خب به خاطر همین تمام اون تعریفا مثل این میمونه که آب بریزی روی زمینی که خیلی خشکه، اون آب جذب نمیشه. خب حالا اگر اتفاقی برای تو افتاده که باعث شده که خودت از خودت به اون صورت خوشت نیاد یا فکر کنی خیلی خوب نیستی، هرچی هم دیگران میگن فرقی نمیکنه، پر خودت یه موضوعی هست، اونو برو زودتر حلش کن، نذار خیلی ازش بگذره، نگو عیب نداره، گذاشتم پشت سرم، it's not really bothering me، چون الان ممکنه bothered نکنه، 15 سال دیگه هنوز این موضوع هی بزرگتر میشه. متوجه شدی؟ بله. اگرم چیزی که من میگم درست نیست forget it، خب؟ ولی اگه درسته برو حلش کن، چون تمام accomplishment هات فرقی نمی کنه، اونا از بیرونه، از درون خودت اگه احساس خوبی نداشته باشی it doesn't matter که چقدر accomplish بکنی. من خیلی راجبش فکر کردم و من احساس نمی کنم که زیاد در زندگیم چیزی اکسپیرینس کردم. مثلا می دونم خیلی هستن چیزای خیلی تروماتیک. آره ولی تروما برای آدم های مختلف فرق میکنه. خب It doesn't have to be sexual abuse or verbal abuse or physical abuse. ممکنه مال تو یه چیز کوچیک باشه ولی برای تو بزرگ بوده. مثلا ممکنه مام بابا جلوت یه دفعه دعوا کردن رو تو یه سر خیلی بدی گذاشته. خب؟ یا خیلی خجالت کشیدی یا یه دفعه تو پارک گم شدی. It doesn't have to be a big deal. یه دونه تجربه میتونه رو ما یه اثر تروماتیک بذاره بعضی وقتا، چون بچه ذهنش با آدم بزرگ فرق داره. ممکنه الان تو به گذشته فکر میکنی میگی nothing big happened ولی برای اون بچه ممکنه یه چیز بزرگی بوده، یا روز اول مدرسه بوده مثلا خیلی ترسیده یا یه چیزی. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یا یه بچه رفته بهش گفته you're stupid، الان ممکنه اصلا حتی یادت هم نیاد. خب ولی اگر یه چیزی هست که باعث میشه تو هی خودتو زیر سوال میبری، یا مثلا تو های سکول دوستای زیادی نداشتی یا خیلی پاپیولر نبودی یا هر چی، خب اینا همه میتونه رو آدم اثر بذاره. نباید حتما لزوما این موضوع خیلی بزرگی باشه. خب I hope که این بهت کمک کرده باشه عزیزم. خیلی مرسی از مرسی از تو، مرسی که نشستی برنامه ما گوش میدی عزیزم. شبت بخیر. مرسی از شما، شما همیشه قربانت. خدافظ. دوستان عزیز پای خط وایسین، ما میریم برمیگردیم، جایی نری. درود بر شما، برگشتیم به برنامه دنیای عشق امروز. عزیزی رو پشت خط داریم که با یه آقای از ایران ازشون خواستگاری کردن با ایشون صحبت میکنیم، برمیگردیم به صحبتمون.
بفرمایید، روی خط هستید. من خدمت خانم دکتر عرض کردم که من 33 سالمه، این آقا هم 28 سالش از من خواستگاری کرده. حالا من چیکار کنم؟ ایشون ایران هستن، شما اورنج کانتی هستی؟ بله. اصلا درسته که من اصلا برگردم؟ چون من خودم شخصا خیلی اینجا رو دوست ندارم، حالا چون شاید هم اولشه، ولی خب در صورت یه جوریه که تمایل بیشتر دارم که برگردم برم ایران، ولی خب ایشون هم اصلا کاری به این نداره که من به خاطر اینکه بخواد بیادش اینجا، چون یه دونه بچه هم هست اصلا و میدونم هم که خیلی به پدر مادرش وابسته است. من برای این موضوع، حالا من با تو یه شوخی هم پشت خط کردم، گفتم ایشون از شما خواستگاری کردن از گرین کارتتون، شما گفتین نه اگه قرار باشه ازدواج کنیم ما ایران بعد زندگی کنیم. ببینین، اول از سن مهم نیست، این تفاوت سنی هم که شما دارین میگین اصلا مهم نیست. خب و شما ایشون رو از سر کارتون میشناسین، تو ایران هم کار بودین با هم دیگه، برمنی یه چیزی نیستش که یه نفر شما رو تو خیابون دیده گفته عزیزم من میخوام بیام خواستگارید. خب توصیه من بهتون این هستش که دو تا کارو بکنی. اگر لطف کردین به صحبت اول من تو این برنامه گوش دادین، باور من این هستش که آدما وقت میذارن برای خیلی چیزا. ما وقت میذاریم میریم لیسانس میگیریم، فوق لیسانس میگیریم، نمیدونم زبان یاد میگیریم، رانندگی یاد میگیریم، خیلی فنا و هنرا رو میریم یاد میگیریم، ولی فن و هنر شناخت خود، شناخت جنس مخالف، شناخت رابطه و ارزش هایی رو که بعد در زندگی بذاریم و بدونیم و بر چه پایه و اساسی زندگی بکنیم، اینا رو هیچ وقت وقت نمیذاریم بریم یاد بگیریم. خب توصیه من بهتون این هستش که مهم نیستش که ایشون 28 سالشه، مهم اینه که آیا شما در 33 سالگی چقدر وقت برای خودتون تا حالا کنار گذاشتین که واقعا برین این علم رو یاد بگیرین و بدونین و به خودتون این اعتماد رو داشته باشین که من مردا رو بلدم بشناسم، خودم رو به عنوان یک زن میشناسم، مسئولیت خودم رو در رابطه به عنوان یک زن و موقعیت خودم رو میدونم، اصلها رو میشناسم و بر پایه اصلها و ارزشهام زندگی میکنم، تعهداتم رو میشناسم. اینا خیلی مهمه. خب ولی سن 28 و 33 توصیه من بهتون هستش که اصلا این قضیه رو جدی نگیرین، ولی اون وقت رو برای خودتون بذارین، سرمایه گذاری کوچکی بکنین و یک جایزه بزرگی برای خودتون در زندگی داشته باشین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر جا که باشین و انشالله خبر خوشی رو هم به ما خواهید داد. خیلی متشکرم، خیلی ممنون خانم دکتر، مرسی. من انشالله برنامه رستوران شالاست هم حتما میام. آه چقدر عالی، پس به امید دیدارتون هستی. امید دیدار. خیلی ممنون از برنامه قربان شما. خواهش میکنم. برنامه عشق و فرین، بفرمایید با ما هستید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، شبتون بخیر. بخیر. من اول برنامه تون یه نکته شنیدم از خانمی که داشتن شما رو معرفی میکردن و راجع به صفحه فیسبوکتون یه رقمی اشاره کردن، 110,000. بله، گفتن 110,000 لایک در روزی هم چنین چیزی، بعد یه 20 میلیون هم من شنیدم اگه اشتباه نکنم. بالغ بر 110,000 لایک ما روی صفحه فن پیجمون داریم. بله، میتونید برید ببینید. بله نه نه اونو دیدم. من 20 میلیون یه مقدار برام 20 میلیون در ایران. 20 میلیون لایک در ایران، یعنی فیسبوک پیج برای ایران فیسبوک پیج نیستش. بالغ بر 20 میلیون کسانی هستن که بینندگان برنامه های ما هستن در ایران. اوکی، یعنی بر طبق ایمیل هایی که ما میگیریم و درصد ما یه چیزی حدود 3,000 ایمیل در روز دریافت میکنیم که اگر بر صفحه فیسبوکمون درست باشه 78% تا 82% روزانه لایک های ما از ایران هستش. اینو وقتی که شما در نظر بگیرید که برای هر یک نفری که لایک روی اون صفحه میزنه، وقتی برنامه تلویزیونی ما هستن، اونجوری که ما تخمین زدیم، اگر بگیم 70 میلیون از اون 70 میلیون، حالا همشون که تلویزیون نگاه نمی کنن، ولی حتی اگر سالیانه یک نفر از اونها هم برنامه ما رو داره میبینه و طرفدار ماه و
اینجوری که ما داریم ایمیل دریافت میکنیم اینطور ما تخمین زده شده و به ما گفته شده، حالا درست یا غلطش شما نمیدونین، منم نمیدونم، ولی اینجور به ما گفتن که اینجور رقم خیلی دور از باور نیستش. انشالله اگه ما ایران رفتیم و اومدن استقبالمون، زنده موندیم، به تو خبر اصلیشو میدیم. حالا البته من فیسبوک اون پیج داشتم نگاه میکردم، الان من با دوست دخترم یه صحبت کوچیکی میکردم، شما رو از قبل میشناخت، من زیاد شما رو نمیشناختم، و برگشت به من گفتش که راجع به مرد ایرانی و زن ایرانی که صحبت میکردیم، برگشت که به من گفتش که اگه مرد ایرانی خوب بخوام دکتر میرفت با یه ایرانی ازدواج میکرد. چقدر ایشون اشتباه کردن. من عاشقانه مردان ایرانی رو دوست دارم و بهشون احترام میذارم و خیلی خیلی بهشون ارادت دارم و تعهدم به این هستش که همینطور که زنان ایرانی رو واقعا متعهدم که زندگیاشون بهترین باشه و در دنیا الگو هستن برای زنان، بر این باور هستم که مردان ما هم همین هستن. بعدم من اصلا نمیخواستم ازدواج بکنم، شوهر من اینقدر اصرار کرد و تعهد داشت به اینکه با من ازدواج بکنه که خوشبختانه من بله گفتم، ولی فکر نمی کنم من حالا هم ازدواج کرده بودم، چون خیلی زندگی خوبی داشتم. نکته خوب اشاره کردین. شما به عنوان روانشناس نمیخواستین برای مدت ازدواج کنم، به قول خودتون من زندگی مجردی بسیار خوبی داشتم. قبول دارین که زندگی مجردی بهتره؟ نه. چطور شده؟ برای اینکه ازدواج کردم. آینه بعد میگین اگر اینطوری نبود من میموندم مجرد، از زندگی خوبی بود. شاید برای که نمیدونستم این ور چه خبره. به هر حال اون موقع هم دکتر بودین و روانشناس بودین و آشنا داشتید دیگه. ولی ازدواج نکرده بودم شخصا. پس اون دانش زیاد اینوالو این قضیه نبوده؟ نه، دانش هم اینوالو این قضیه بود که انقدر این کار سخته که ممکنه من از عهده‌اش بر نیام. اینجوری باشه، فعلا ما هم در لول دانشمند بودن فکر میکنم پیشرفت خوبی باشه. شما میتونین آزادین که ازدواج نکنین. اگه فکر کردین من الان راضیتون میکنم ازدواج چیز خوبیه، نمیکنم. هر کسی بر خودش به این جا برسه که برای خودش انتخاب بکنه. من به اون جایی رسیدم که انتخاب کردم و چون کسی تعهد این رو داشت که من یاد بگیرم، خوشبختانه یار بسیار بسیار خوبی در کنارم دارم که قدر ازدواج و رابطه زناشویی رو دارم و الان باورم این هستش که بهترین انتخابه، ولی ملیت ایشان برای من مهم نبود، شخصیتشون برام مهم بود. یه سوال دیگه هم بکنم برای من. این دوست دخترتون اشتباه میکن، مردان ایرانی از نظر من عالی هم. خیلی هم بهشون میبالم من. سوال دیگه هم بپرسم، اونم فیسبوکی و خدافظی بکنم. من داشتم قسمت اینفورمیشن رو نگاه میکردم، اون قسمت دیت آف برث رو سال 99 دیدم. حالا نمیدونم 99 نه، دیت آف مریج جمعه اون. بله بله، یعنی من خیلی بعد دیگه سنم 15 سالمه، یعنی چقدر سریع درس خوندم و دکترم شدم و ازدواجم کردم و الان خدمت شما. اونم به اتفاقا چک میکنیم ببینیم اگه اشتباه، حتما تصحیح میکنیم. ممنونیم از شما که اینقدر به ما دقت دارین. شما هم همینطور، خیلی ازتون ممنونم، خیلی لطف کردین زنگ زدین، مرسی. روی خط هستید، بفرمایید. الو بفرمایید. الو الو، میخواستم از روی رادیو بشتم. بله بله حتما همینطوره، مرسی، بفرمایید. خب عزیزان، ما اگر فاتی خانم اجازه بدین بریم سراغ یه چند تا از عزیزانی که برای ما ایمیل فرستادن و سوال فرستادن. خواهش میکنم. اولین سوال هست که من 36 سال سن دارم، 7 ساله که جدا شدم و یک دختر 16 ساله دارم. اصلا اعتماد به نفس ندارم، هر کاری میکنم با شکست مواجه میشم. از نظر مالی خیلی از نظر فکری درگیرم و نمیدونم که چه کار کنم. لطفا راهنماییم کنین و اینکه حتما میخوام کارگاه دبی رو بیام. من فکر کنم ایشون میترسن که با شکست روبرو بشن در کارگاه دبی. دقیقا نکن اونجا بیام شکست بخوام، ازش رفوزه بشم در کارگاه. اولا اینکه خب طبیعتا ما وقتی که با چند تا شکست
مواجه میشیم و همینطور به عنوان یک زن در رابطه شکست میخوریم که برامون واقعا مهمترینه در زندگی، بر این باور میشیم که پس من یعنی همه جا شکست میخورم، چون باورمون این میشه که من پس شکست خورده هستم، حالا دیگه چیزای دیگه زندگیم به نظرمون میاد که خب بس اینم نمیتونم، اینم نمیتونم، اینم نمیتونم، اینم نمیتونم. ایشون فرمودن که در رابطه طلاق گرفتن، جدا شدن، بله، و دارای فرزند هستن. 7 ساله که جدا شدن. بله. خب اولا که جدا شدن شکست نیست. خیلی وقتا هستش که اگر یک رابطه اشتباهه و یا اینکه باید یک کسی جدا بشه از اون رابطه، این خودش یه موفقیته. منتهاش ما فکر میکنیم چون از اون رابطه اومدیم بیرون حالا دیگه ازدواج هنوز نکردیم، پس یعنی شکست خوردیم. بعد اون رابطه هم چون تموم شده هنوز من با اون آدم نیستم، پس شکست خوردم. خیلی وقتا هستش که یک شکست باعث میشه که ما بریم و یه رشد بزرگی بکنیم. همین که این خانم مثلا دارن میان کارگاه دبی، یه برد خیلی بزرگی تو زندگیشون میکنن. شاید اگر شکست نبود، این تقاضا برای این رشد و یا این دیدگاه این که من نیاز دارم یه چیزی رو یاد بگیرم هیچ وقت به وجود نمی اومد. خیلی از کسایی که فکر کردن که زندگیشون فاجعه است، وقتی اومدن تو کارگاه فهمیدن که چه خوب این فاجعه اتفاق افتاد، من مجبور شدم به یک ضربه سخت بخورم، بعد باعث شد که من بیام کارگاه، تازه فهمیدم چقدر خوب شد تو زندگی من این اتفاق افتاد، ولی من هیچ وقت سر از این راه عشق و آزادی و قدرت نمی رسیدم. پس بهترین اتفاقی که تو زندگیم افتاد این بود که شکست خوردم. اینه که من اصلا شما رو شکست خورده نمی بینم، بر این باور هستم که شما برنده بزرگی هستین و خیلی بهتون تبریک میگم که دارین در راه رشد خودتون تلاش میکنین و من این رو مطمئنم، نه به خاطر اینکه کارگاه من داریم میان، اصلا ممکن بود مثلا بخواییم برین کلاس چه میدونم لوئیس هی رو برین، یا نمیدونم برین فورم، یا برین سپرینگ، لایف سپرینگ، یا برین اصلا یه راه رشد دیگه، فکرم لایف سپرینگ بسته شده، ولی حالا برین میلیونر مایند، یا برین یه کار دیگه برای خودتون بکنین. این استش که من اصلا فکر نمی کنم که راه رشد میتونه لزوما غلط باشه و اینو به تجربه شخصی میگم که ما وقتی که فکر میکنیم یه چیزی شکست بزرگیه، در اصل اون شکست بزرگ باعث بزرگترین پیروزی ما میشه. شما ممکنه شاید اگر از سوئد مجبور نمیشدین راهی ایران بشین، کارگاه های لندن رو نمیومدین، بعد نمیومدین ایران، به دبی راه پیدا نمیکردین، نمیومدین به ما کمک بکنین تو کارگاه ها، بعد سر از آمریکا در نمیآوردین، خیلی اتفاقا براتون نمیافتاد فاتح خانم. درسته. ولی اون موقع به نظر فاجعه می اومد. دقیقا، شکست مقدمه پیروزیه. دقیقا. برای ما به این خانم باید تبریک بگیم. هیچ شکستی اتفاق نیفتاده. دلیلم که هیچ شکستی اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه ایشون حاضرن رشد کنن. درست. اگر شکست باشه ولی رشد نباشه، آب راکدی میشه که اون آدم فکر میکنه که من راه به هیچ جایی ندارم. درست. درست. اگه اجازه بدیم بریم سراغ تلفن هام. ایشون که پای خط دارن گوش میدن. برنامه عشق آفرین، با ما هستین، روی خط بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما، شبتون بخیر. از کجا تماس میگیرین؟ من از همینجا لس آنجلس تماس میگیرم. سعادتی، بفرمایید. خواهش قربون شما. در ضمن اینکه همیشه به برنامه های شما گوش میدم و واقعا میخوام بگم عاشقانه دوستتون دارم، خواستم بر جواب این خانم بگم من هم در سن 30 سالگی بعد از 2 تا ازدواج جدا شدم و به قدری و با اهل جدایی مریض شدم و حالم بد شد و فلان نافک کردم، ایداد بیداد 3 سالمه و 4 تا بچه دارم و دیگه زندگی برای من تمام شد. ولی یک دنیا شهامت داشتی شما. الان که فکر میکنم بهترین کاری بود که من تو زندگیم کردم. بعد از اون 4 تا بچه‌م رو بزرگ کردم و واقعا همه چی برای من عالی شد که رو پای خودم بودم و تونستم بلند شم
و زندگیم خیلی راضی هستم. درست. فرزندانتون چطوره؟ خوبن خانم دکتر، هر چهار تا شکر خدا موفق هستن و الان ما یکی پسرم که در 18 سالگی رفت آلمان هست که امسال هم اومده بود اینجا، یه دو ماه با خواهر برادرش بود و دخترم هم اینجا همه موفق و پسرم هم همینطور. چقدر بهتون تبریک میگم. یه سوالی رو جواب بدیم برای کسانی که دارن گوش میدن. خیلی از مادرها هستن که نگرانن که وای اگه من جدا بشم به فرزندانم ضربه میخوره و چطور میشه. سواله، حالا شما شاید هم نمیدونین، اگر مونده بودین توی ازدواجی که اذیت میشدین و به عنوان یک زن، به عنوان مادر، به عنوان مهره اصلی موجودی ناراضی و داغون و تو سری خورده و اینا بودین، آیا فرزندانتون بیشتر بهشون صدمه میخورد؟ که بودم خانم دکتر. که منم مطمئنم بودیم. بر همین واقعا بودم. یعنی به قدری تو سری خور بودم و به قدری سختی ها رو تحمل میکردم. باور بکنید من متاسفانه یک بار دست به خودکشی زدم. و بعد فکر کردم که اصلا خودکشی از سر من نمیره بیرون. یعنی فکر میکنم اگر به این زندگی ادامه بدم، تنها راه هم نسیم لخ ببندم بدن خودم و سرشو بکنم تو پلیس، یه کسی هم نتونه نجاتم بده. ولی وقتی فکر کردم گفتم بچه هام چی؟ بعد که واقعا فکر کردم تصمیم گرفت، آسان نبود خانم دکتر. نمطمئن. من 30 ساله بودم، یعنی درست الان 68 سالمه. براوو میشم. 30 ساله بودم جدا شدم که توأم با انقلاب درون خونه من، انقلاب تو مملکتم هم شد و چقدر مشکلات رو تحمل کردم. ولی اون مشکلاتی که تحمل کردم به عشق این که آینده خوبی دارم. ای جان. و باور بکنید، باور بکنید همینطور هم شد. و میگن خواستن توانستن است. گفتم باید من بکشونم خودم، باید بچه‌ام بدم. باور بکنید، از بافتنی بافتن، از پولک جوزی، از نمیدونم از هر چی که بگین، گل سر درست کردن و غیره و غیره که تحمل کردم. خب یه مال کوچیکی داشتم که اونم باید با اون آقا مبایم، البته خیلی مال داشتم که همه رو آقا مال شد. بله. ولی اون مال کوچیکی رو که تونستم بگیرم خوشبختانه اون رو ساختم، رفتم توش نشستم. برامه شما. پس من درست میگم زنان ایرانی واقعا سرن توی دنیا دیگه. ببینید شاید اگه زن امریکایی بودیم بچه هاتون هم به همون خدا ول میکردی. شما وایستادی اونها رو. حالا من نمیگم زن امریکایی، بعد حالا یکی زنگ میزنه میگه خانم دکتر گفتن زن ایرانی. من فقط دارم میگم من تعصب دارم نسبت به زن ایرانی، همین. و واقعا بهتون افتخار میکنم و چقدر افتخار میکنم که شنونده برنامه من هستی. من هم به شما افتخار میکنم، واقعا همیشه هستم شنونده برنامه شما، برای اینکه واقعا از شما میآموزم. ممنون. و هنوز هم هیچی باز نمیدونم. آی جونم ببینید انشالله سعادت داشته باشم از نزدیک ببینمتون اینجا لس آنجلس هستین. امیدوارم. یکی از این بارهایی که سمینار دارم. ممنون از لطفتون. امیدوارم خانم دکتر. امیدوارم. خیلی دوستتون دارم. قربان شما. شبتون بخیر. مرسی که لطف کردید. شب شما بخیر. خواهش میکنم. خدا. خب از فاتح خانم تمام خطا پرن. منتها ما یه چند تا اعلامیه بعد خدمتشون بگیم. اوکی. که یکیش میخوای شما اعلام بکنی فلیم رو؟ بله. سمینار فلیم اینترنشنال در رستوران البته فلیم اینترنشنال برگزار میشه. سمیناری هست راجب شناخت مردان از گهواره تا پیرسالی که 15 ماه سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب برگزار میشه. اگر که مایل هستن که یعنی شرکت کنن در این سمینار، با لطف کنن و با رستوران تماس بگیرم. 26 ماه سپتامبر هم که روز جمعه هستش، از ساعت 9 تا 11 صبح سمیناری داریم تلفنی که از سراسر دنیا میتونید به ما ملحق بشید. لطف کنید سوالاتتون رو برای events@embracegrowth.com بفرستین. ما پای اون تلفن سوالات شما رو یا مشابه سوال شما رو پاسخ خواهیم داد. تماس بگیرید که بتونن خط تلفنی رو خدمتتون بدنید. سمینار تلفنی کاملا رایگان هستش، میتونید
تشریف بیارید روی خط و با ما اون دو ساعت رو باشید و جواب سوالاتتون رو بگیرید. همچنین کارگاه آموزشی بانوان در لس آنجلس از 10 اکتبر تا 12 اکتبر برگزار خواهد شد. اگر که مایل هستید شرکت کنید، به سرعت داره جاها پر میشه، اگر که لطف کنین تماس بگیرین و اقدامات آخریتون رو انجام بدین که ما اسمتون رو داشته باشیم و جاتون رزرو باشه، ممنون میشیم. و در با چه شماره تماس بگیرم؟ با شماره 310-460-2600 310-460-2600. میتونن ایمیل هم بفرستن؟ ایمیل هم میتونن بفرستن به info@embracegrowth.com یا team@embracegrowth.com، هر کدوم که بخوان جوابشون رو خواهیم داد. و همینطور توی برنامه ها سعی میکنیم از به بعد 3 سوال حد اکثر جواب بدیم توی برنامه های عشق آفرین. اگر که مایل هستین که سوالتون پاسخ داده بشه در رادیو و میخواین که خونده بشه، لطف کنیم به events@embracegrowth.com سوالاتتون رو بفرستیم، ما سوالاتتون رو مطرح میکنیم و بهتون تاریخ خواهیم داد که کی مطرح خواهد شد، در کدوم برنامه. در کدوم برنامه. مرسی خیلی از توجهتون به برنامه امشب متشکریم. عزیزانی که پشت خط هستیم، ما یه چند دقیقه در استودیو میمونیم، جواب تلفناتون رو خواهیم داد، میتونید پشت خط با ما صحبت بکنید. بی نهایت متشکریم از آرمین عزیز به خاطر راهنماییشون در این برنامه و همینطور فاطمه عزیز، مرسی از شما. شنوندگان عزیز، تا سه شنبه هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. همینطور میتونید برنامه های تلویزیونی ما رو، دنیای عشق رو، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها از تلویزیون پارس بهش توجه بکنید. چهارشنبه ها 2:30 تا 4 و پنجشنبه ها از 3:30 تا 5 بعد از ظهر. همینطور در رادیوی KIRN جمعه ها از ساعت 3 تا 5 من با آقای ساسان کمالی میزبان برنامه عصرانه هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.